دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم تو این ویدیو فعل مهمی رو میخوام بهتون درس بدم فعل خواستن رو داریم در حالت مثبت و منفی و زمانهایی که خیلی کاربرد داره میخوام این فعل رو واسهتون درس بدم خیلی از مشکلاتتون با این حل میشه و میفهمید که دیگران از شما چی میخوان و خودتون هرچی که خواستید و یا نخواستید رو میتونید بیان بکنید اینه که فکر کردم این فعل خیلی ممکنه واسهتون به درد بخور باشه قبل اینکه بریم سراغ درس یادتون نره ویدیو رو لایک بکنید هر سوالی هم داشتید بپرسید من به سوالاتتون جواب میدم و اگر سابسکرایب نکردید اه، بهتره که سابسکرایب کنید چون من مرتب ویدیو نمیذارم به خاطر همین وقتی که ویدیو اومد بهتره که خبردار بشید خب بریم سراغ درسمون فعل ایستمک یعنی خواستن و حالت منفیش رو داریم ایستممک نخواستن این دو حالت رو در زمانهای مختلف ببینیم چجوری میشه در حال استمرالی به بخشی استمراری حالت مثبت و منفی ایستیورم ایستیورسون ایستیور ایستیوروس ایستیورسونوس ایستیورلر در ویدیوی قبلیمون در درس قبلیمون فعل ایستمک و یا فیلهایی که به حرف صدادار ختم می شدن حرف صدادارشون رو بر می داشتیم و پسوند ایور اضافه می کردیم اینم به همین شکل هستش میشه میخواهم میخواهی میخواهد میخواهیم میخواهید میخواهند یه بار دیگه میخونم استیورم استیورسون استیور استیوروز استیورسونوس استیورلا دوستان این ویدیو مواردی که بخواید یادداشت بکنید زیاد داره بنابراین قلم و کاغذتون هم فراموش نکنین چون با تکرار کردن میتونید بهتر یاد بگیرید حالت منفیش یه دونه م اضافه میشه استمیورم استمیورسون استمیور استمیوروس استمیوسونوس استمیورلار یه بار دیگه میخونم استمیورم istemiyorsun istemiyor istemiyoruz istemiyorsunuz istemiyorlar بریم یه زمانی دیگه گذشته استمراری رو داریم در حالت مثبت و منفی یعنی میخواستم میخواستیم میخواست میخواستیم میخواستی, میخواستید میخواستند میشه استیودم استیودون استیودو istiyorduk, istiyordunuz, istiyorlardı. Halat-ı menfiş, istemiyordum, istemiyordun, istemiyordu, istemiyorduk, istemiyordunuz, istemiyorlardı. Ya bari diye mi konam? İstiyor, istemiyordum, istemiyordun, istemiyordu, istemiyorduk, istemiyordunuz, istemiyorlardı. Istemiyordu. Benim ya zamanı diye. Gözeşte ye sadarı darim. Kastam, kastı, kast, kastım, kastı, kastand. İstedim, istedin, istedi, istedik, istediniz, istediler. Yapardıgımı konağım istedim istedi isted istedim istedin istedi istedik istediniz istediler halat menfiş, istemedim istemedin istemedi istemedik istemediniz istemediler یه نکته دیگه هم اشاره بکنم ای هایی که تلفظ میکنید یه مقدار از ای فارسی متفاوت تر باید باشه یه مقدار کوتاهتر و خفه تر باید باشه مثلا استمدینیز خیلی لحجه فارسی توشه یعنی این ای ها رو نباید کش بدید یه بار دیگه تلفظ اشتباه رو میگم استمدینیز این خیلی فارسیه یه مقدار خفه تر که تلفظ بکنید میشه استمدنیز. خب آم بسته تر تلفظ کنید منظورم از خفه تر اینه که کوتاهتر تر و بسته تر تلفظ کنید بیشتر گوش بدید و بیشتر تقلید بکنید تا تلفظتون هم بهتر بشه بریم زمان بعدی حالت آینده K'a hem Ve el İsteyeceğim, isteyeceksin, isteyecek, isteyeceğiz, isteyeceksiniz, isteyecekler. Ya isteyeceğim İsteyeceğim, isteyeceksin, isteyecek, isteyeceğiz, isteyeceksiniz, isteyecekler. Halat-ı menfi. İstemeyeceğim, istemeyeceksin. ایستمهیه جک ایستمهه جیز ایستمهه جکسینیز ایستمهیه جکلر یه بار دیگه میخونم ایستمهه جیم ایستمهیه جکسین ایستمهیه جک اکسن، ایستمهه دوستان تلفظ این فعلها هرچقدر هم طولانیتر میشه میدونم که براتون سختتر میشه برای اینکه خودتون راحتتر بتونید تلفظ بکنید بخش بخش تلفظ بکنید مثلا اول بگید ایس ت م ی جک سی نیست بعد یه بار دیگه سریعتر یه بار دیگه سریعتر یه بار دیگه سریعتر و در آخر با نهایت سرعتی که میتونید فعل رو تلفظ بکنید تا مغزتون عادت بکنه بریم سراغ یه زمان دیگه مازی بعید رو میگم خواسته بودم خواسته بودی خواسته بود خواسته بودیم خواسته بودی، خواسته بودند استمیشتم استمیشتن استمیشت استمیشتیک استمیشتنیز استمیش لرده تلفظ ای هارم دقت بکنید نمیگم استمیشتیم اوکی میگم استمیشتم استمیشتن استمیشت استمیشتیک استمیشتنیز istemişlerdi. Benim halat manfiş istememiştim. İstememiştin. İstememişti. İstememiştik. İstememiştiniz. İstememişlerdi. Hoş. مثال میزنم این مثال که میبینید مثال هستش که سعی کردم از جملات روزمره استفاده بکنم برای فعل خواستن هم میتونید بگید یک مثلا یک اسم رو نمیخوام اسم یک اشیا رو بگید و یا اینکه مستر یک فعلی رو بگید که معنیش این میشه که شما این فعل رو میخواید انجام بدید و یا نمیخواید انجام بدید تو همین مثال اول من یک فعل رو آوردم گفتم چی؟ گلمک ایسته میارم نمیخواهم بیایم گلمک ایسته مثال بعدی کاهوه ایسته میشتم کاهوه ایسته قهوه, قهوه, قهوه نخواسته بودم گیتمک istiyorum. Gitmek istiyorum. Miham beravam. Su istiyorum. Su istiyorum. Ab miham. Oturmak istiyorum. Oturmak istiyorum. Miham benşimem. Haberim mesale zehder. Rahatsız etmek istemiyorum. Rahatsız etmek istemiyorum. Ne miham mazahem beşem? Rahatsız etmek mişim mazahem şöden. Birkaç soru sormak istiyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Miham çen sual ve porsan. Sormak yani porsiden, soru yani sual. از اونجا گیتمک استدیدید کمی قبل میخواستیم برویم و یا خواستیم برویم خواستیم برویم درست داره ساده هستش چون که بماند مهم نیست مهم معناست اوله دمک استمدم اوله دمک استمدم نخواستم اونطوری بگم منظورم اون نبود اینو زیاد میشنوید وقتی میخوان نظر خودشون رو یه جوری بگن که بگن منظورم این نبود منظورم اون بود میگن اوله دمک استمدم گرسن آلمک جکسین گرسن آلمک جکسین اگر ببینی یورسان یعنی اگر ببینی آلماک کیسته میه دلت نخواهد خواست که بخری یعنی ببینیش نمیخری گیدرسن هپ اورادا یا شماک ایسته گیدرسن اگر بروی هپ اورادا همیشه آنجا یا شماک ایسته خواهی خواست که زندگی بکنی خبی یه مثال دیگه هم بگم و ویدیو رو تمامش کنیم سنی üzmک istememiştim سنی üzmک istememiştim نخواسته بودم که تو رو ناراحت کنم ساده yardım یاردم اتمک استمیشتم Sadece yardım etmek istemiştim. Fakat hasta budam ki komak konam. Kimse ile konuşmak istemiyorum. Kimse ile konuşmak istemiyorum. Ne mi kohan bu? Kesi? sohbet konam. Sadece bakmak istiyorum. Sadece bakmak istiyorum. Fakat mi kaham? نگاه کنم. اینو مثلا موقع خرید میتونید استفاده کنید. اون جایی که فردا نمیخواید بخرید فقط میخواید نگاه بکنید. اونو یک daha görmek اونو Onu bir daha نمیخوام یه بار دیگه اونو ببینم. احمد sizinle görüşmek istiyor. احمد sizinle görüşmek istiyor. احمد میخواد شما رو ببینه. و یا اگر تلفنی باشه از فعل görüşmek باز هم استفاده می‌کنیم که احمد میخواد با شما صحبت بکنه. درست görüşmek دیدار هستش ولی در یک مکالمه تلفنی هم فعل görüşmek استفاده میشه خب دوستان خوشحال میشم جمله هایی که درست میکنید برای تمرین رو توی کامنت ها بنویسید تا منم ببینم درست جمله درست کردید یا نه و یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که میتونید این جمله هایی که نوشتم رو با شناسه های دیگه فعل انجام بدید مثلا من اکثرا به غیر از این آخری همه رو با اول شخص مفرد یعنی برای فائل من نوشتم شما میتونید همین جمله ها رو برای یک فائل دیگه برای یه اسم دیگه از زبان یه نفر دیگه با فعل خاصش واسه خودتون تمرین بکنید خب امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه در یک ویدیوی دیگه که پشت سر این میذارم براتون همین فعل رو حالت سوالی مثبت و سوالی منفیش رو میگم که این هم خیلی 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 کاربردیه یادتون نره حتما اون ویدیو رو هم نگاه بکنید امیدوارم یادداشت کرده باشید که برای تکرار کردن مشکلی نداشته باشید تا میتونید تکرار بکنید تا بتونید راحتتر زبان ترکی رو یاد بگیرید موفق باشید